سلام و درود دارم به شما دوستای خوبم و مجموعه وزیری وسال خوش اومدید. امروز هم یه موضوع خیلی قشنگی داریم. ابتدا بریم این ویدیو رو با هم ببینیم و برگردیم. خیلی ممنونم که توجه کردید به این موضوع و به این ویدیو. امروز یه موضوع خیلی قشنگی داریم با فتوشاپ که میخوایم تصویر یک پسر، یک عکس خام پسر رو تبدیل به غروبش بکنیم. بریم با هم این موضوع رو ببینیم. فقط در ابتدا اینو بگم که دکمه سابسکرایب رو بزنید، زنگوله کنارش هم بزنید و اگر توی اینستاگرام هستید ویدیو رو برای خودتون سیو کنید، فالو کنید و برای دوستاتون بفرستید. بریم. سلام مجدد دارم. خب بریم سه مرحله‌مون رو اجرا بکنیم. خب این تصویر زیبا رو من بهتون نشون دادم. خب ببینید این تصویر میخوام این سه مرحله‌ای که بهتون گفتم روش کنیم. خب اول میریم لایه ها، یک کنترل جی میزنیم. این اصل روش کنیم. کنترل جی یه کپی ازش میگیریم این لایه و میریم در قسمت فیلتر، در ناحیه فیلتر کامرا رو فیلتر شیفت کنترل ای. اوکی. بسیار عالی. خب من این دو تا تصویر انجام میدم. و اینجا مرحله‌ای که ببینید دارم این قسمت ناحیه چهره رو میخوایم روشن کنیم. خب میریم قسمت تمپراتورش، خب کمی به حالت گرم شدن تصویر میبریم. خب ما رو حالت مثبت 7 میذاریم. خب اوکی هستش و روی چهرهش من یه ذره اینو زوم بیارم عقب‌تر، جلوترش. آها اوکی. هستش. این قشنگ توجه کنید ببینید این بیفور افتر. خب میریم قسمت اکسپرسورش. اینجا فکر کنم بر حسب مثال بخوایم رو حالت 60 کافیه. من مثبت 60 دهم کافیه. بسیار براش کافیه. رو حالت هایلایت کمی، رو حالت کمتر منفیه 6 کافیه. خب رو حالت شادوش هم کمتر میکنیم که این سایه ها به غروب بخوره. بسیار عالی. رو حالت سی کافیه، منفی سی که به حالت متضاد اون بیاد. خب میریم پایینش رو قسمت کالیبرایتی، حالا خدا انگلیسی مون خوب کنه اصطلاحاتو. رو مثبت 7، هر دو تاش رو مثبت 7 میذاریم. بسیار عالی. رو حالت رنگ ها هم، ریبرانسش هم رو حالت اون 20 کافیه. من مثبت 20 میذارم. دقت بکنید دقیقاً اینجا بس به سلیقه، به حسب اون رنگ بستگی به عکس خودتون داره. اینجا بس به خلاقیت و اون اصولی که از عکاسی باید یاد بگیرید کامرا رو خیلی مهمه. خب اینجا تنظیماتون تموم شد. اوکی رو میزنیم کامرا رو. خب تصویر رو که دیدید ما تغییر یک رنگ‌آمیزی روش انجام میدیم. خب یک لایه دوباره ازش کپی میگیریم. البته اینجا اول من اسمش عوض میکنم، دوباره روش کلیک میکنم، اورجینال نه میذارمش یک. مرحله یکمون تموم شد. خب نور پردازی یک کنترل جی میزنم که کپی ازش گرفته بشه. اوکی. خب اینو میذاریم مرحله دوم. خب مرحله دوم ما یک رو قسمت پایین گرادیانت. خب اینجا گرادیانت فیلد رو ما باز کردیم، اجرا کردیم لایه‌اش رو روی تصویرمون. خب رو اون حالت بالایی کلیک میکنیم. ببینید این حالت این قسمت پایینیه، این قسمت کلیک بکنید روی این حالت رنگ. خب بعد رو حالت نور، خب نور خورشید رو در حالت غروب کمی نارنجی رنگه. من FFA 200 میذارم. البته اینجا به حسب نارنجی کنم FFA 200. بله اوکی شد. دقیقا FFA 200 دقت کنید. اوکی رو میزنم و اونجا هم اوکی، نیازی نیست دیگه کاری رو کنیم. خب اینجا دقت کنید که ما باید پردازش نور رو بدونیم از کدوم طرف داره نور میتابه. خب ما منفی 180 تو از طرف راست آنجلش رو تنظیم میکنیم. خب اینجا لایه اون رو حالت وی واید لایت میذاریم و اپاسیتیش هم 35 بکنم، 35 کافیه، نه کمتر. 18 25، همینقدر کافیه. رو حالت 20 میذارمش. 30 درصدش هم کردیم. اوکی، رو حالت 30 میذارمش، 30%. خب رو حالت این قسمت، این دو تا لایه رو خب میریم رو قسمت. حالا ما یه کاری تو مرحله دو هم داریم، باید اون انجام بدیم و تکمیلش بکنیم. میریم رو ابزار، یه ابزاری هست روی لایه دو هستیم، ابزار داج تولز. ابزار داج تولز رو میزنیم این قسمت، روی چشمش زوم میکنم و ببینید، دقت کنید که با ابزاراتی که من یاد دادم بهتون که براشون، اینجا هم شدتش رو کمتر میکنم. شدتش رو کمتر میتونید بکنید، من هم 50%، حالا بعضی جا کمترش میکنم. ببینید من روشون میکشم، ببینید روشن میکنه این ابزار بعضی جا رو. خب باید دقت کنید که چه جاهایی اشعه نور خورده و میتونیم ما بیشترش کنیم و چه جاهایی نباید بزنیم. خب ببینید من یه ذره اشعه رو کم میکنم، داره زیاد داره نور میده، همون 25. ببینید بسیار دی. خب روی دماغش هم همینطور. خب روی چشم، دقیقا این چشم هم چشم خیلی مهمه، رنگ چشم رو سعی کنیم روشن کنیم. روی پیشونش هم همینطور، ابرو رو حالا اینجا هم اوکیه. بسیار عالی. خب من بازم روی حالت پوست زیر دماغ بود، اینجا اشعه هم خورده. ببینید ما باید دقت بکنیم، با دقت تمام. حتی دستگی به سلیقه خودتون داره. روی گردن و روی حتی یقه هم حتی یک دستی هم میکشیم که نور پردازش شده. بسیار عالی. خب اینجا کار انجام شد. من با دستم نکنید، اسپیس رو بگیرید تبدیل به دست میشه موس. خب من ابزار زوم رو انتخاب میکنم. بسیار عالی. میام فیت اسکرین میگیرم. خب ببینید تصویر رو من نشونتون میدم. این دو تا لایه رو، لایه بالایی من با لایه پایینی رو ما مرج میکنیم، مرج لایرز یکی میکنیم. خب اسمش هم تغییر میدیم، میذاریم رو دو که مرحله دو دیگه تمام شد. بریم برای مرحله سوم. اینجا هم دوباره روش کلیک میکنم، نه اسمش رو میذارم سه، لایه سوم. خب لایه سوم تغییر حالت لب. بریم رو حالت لب انجام بدیم، رو حالت لایفیتی کلیک کردیم، یه ابزار انتخاب میکنیم. ولی خب بذارید اول من زوم بکنم با حالت رو لب. زوم میکنیم با ابزار زوم توی لایفیتی با دست اسویس. با دست هم ببینید میتونید اینجا قشنگ جابجا کنید عکس رو، ولی دقت کنید، بیارید جایی که با دقت میخواید روش کار بکنید. خب من روی لب، رو حالتی که میخوایم حالت لبخند بدیم، ببینید این ابزار فوروارد وید وارد به قول مثال. خب اینجا هم سایزش رو تغییر میدم، کمی بزرگتر و 200، نه 200 هم زیاد بزرگه، بس با ابزار خب کوچیکترش میکنم، ابزار رو بالاتر میبرم این قسمت ها. ببینید لبخند، لبخندی که این باید متوجه بشیم که کدوم ناحیه لب سمت چپ شخص لبخند میخوره، چون به سمت نوره. اینها همشون دیگه خلاقیته که شما در وجود خودتون هست و باید بدونید با چه خلاقیتی میخواین روی تصویر کار بکنید، یا اصلا چه چیزی، چه نیازی، چه اصولی مهم هستش، آیا برای عکاسی، آیا برای فانه و چیز دیگه. خب من تصویر رو میام از چند ناحیه نگاه میکنم، حتما توجه داشته باشین که تصویر رو ببینید از چند ناحیه. خب اوکی، ما روش کلیک میکنیم این قسمت، اوکی که میزدیم، بله تصویرمون الان یه لبخند داره. من بهتون نشون میدم اینجا چشم رو که بهش روش کلیک بکنم، ببینید خم کرد، ولی الان تیکو میذارم بله لبخند داره. خب امیدوارم که لذت برده باشید از این ویدیو، و اگر لذت بردین دکمه سابسکرایب بزنید و زنگوله کنارش هم بزنید، و اگر توی اینستاگرام هستید سیو کنید و برای دوستاتون بفرستید. عاشقتونم. تا دیدار بعدی و ویدیو بعدی، به خدا میسپارمتون.